تلفن 949 502 5463. سلام ادب حضور شما بینده های نهایت گرامی تلویزیون زرین، نور و جهات هستم و شما را به برنامه لحظه های زرین امروز خوش آمدید میگیم. بینده های گرامی، قرار وعده خیش رفته گذاشته ما امروز محترم دکتر صاحب وحید وحیدالله، کارشناس و دیپلمات ارشد ملل متحده، با خود روی خط داریم و میخواییم درباره موضوعات افغانستان و خصوص حمله انتحاری که امروز در پکتیکا رخ داد که زیادتر از 46 افغان دو شهید شد که اکثرشان اطفال سن خرد بودن، امرایشان انشاءالله در ایباره صحبت خواهیم داشت. دکتر صاحب وحید وحیدالله، نور و جهات هستم و شما را به تلویزیون زرین خوش آمدید میگم. وجهات صاحب محترم، احترامات من را قبول کنین و احترامات خود را بر بیننده محترم ما و شما هم تقدیم میکنم. من در خدمت شما هستم. تشکر از اینکه وقت گرانبهایتان به ما دادین و امروز از طریق تلویزیون ما به بعض سوالاتی که این سوالات فکر کنم برای همگی در این باره صحبت زیاد میشه در افغانستان که امنیت ملی، امنیت افغانستان امروز روز به روز خراب شده رئیس و حملات انتحاری روز به روز زیاد شده رئیس و خصوصا بعد سفر دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ایوازی که امنیت به طرف بهبودی بره، متاسفانه که هم حیثیت افغانستان در سطح ملی و همچنان در منطقه با این پذیرایی که از طرف پاکستان شد و همچنان صحبتایی که از طرف پاکستان به رئیس جمهور ما به مملکت ما شد که گویا طالبان حق دارند که این جنگ برشان جایز است که بکنند و میبینیم که حملات انتحاری روز به روز شدت یافته رئیس و امروز شما هم خبر دارین که زیادتر از 46 تن در این حملات انتحاری که در پکتیکا شد جان به شهادت بخشیدند. میخواییم نظر شما را بایسی یک کارشناس، کسی که طراح صلح هست، شما اگه نظرتان را به بینده ما ارائه کنید. وجهات صاحب محترم، بسیار مسائل واقعا مطرسته، سوالاتی را که شما از ما پرسان کردین. ما میخواییم در ارتباط با این مسائل به خدمت شما به دلیل مادر که مسئله اساسی است، عامل مادر بپردازم که این حملات چرا تشدید یافته و این عواملش چی است و در این مرحله و خصوص دارای چی خصوصیت است که البته این گذشته هم با تأسف و انواع مختلف تحت عناوین مختلف در جاهای مختلف از 13 سال نیک بلکه از 30 سال در مقابل وطن عزیز ما شما افغانستان این وجوهات سپید آمد داشته. ما به خدمت شما بگویم که ما و مردم افغانستان معلومدار همه ای امید داشتن که با ای تغییر که بعد از اداره ناکام و اداره که او نمایندگی میکرد از رژیم آیس آی با تأسف جناب کرزی یک سلسله تغییرات را در وجود امی تغییر عظیمی که این مرحله دوم از پروسس صلح بود که ما ایره تلویزی کردیم در افغانستان با وجود به که ما او را گفتیم باید حکومت وحدت ملی باشه، اما شما دیدین که مداخله در حد یعنی وجود داره و این روز تا روز همونطور که شما گفتین تشدید میافه که هیچ مجال اینا نه تنها بر ازی کار ندادن بلکه ایره هم خواستن که در نطفه خونسا کرده و به ناکامی مواجه بسازن. این پلان ها تماما
همونطور که در سالیان گذشته بر علیه وطن محبوب ما این عملی میشه، این پلان های بسیار شوم امسایه ما متاسفانه بگویم، البته نه مردمش بلکه می رژیم فاسد منظورم است، از رژیم نظامی ISIS که بر امور داخلی افغانستان ادامه داشته و با اجنده های مختلف هر روز تشدید میافه. اینا در این مرحله مخصوصا میخواین که جامعه جهانی در رأس امریکا، سازمان ملل متحد، ناتو و تمام آنانی که در 13 سال کوشش کردن که در افغانستان صلح را کمک کنن، در افغانستان با پاسخ بنیادگرایی، افراطیت، دهشت افگنی و امی ترور و دهشت که تمامش از پاکستان توسط امی رژیم نظامی ISI سازمان داده میشه ای را کمک بکنن. اما اینا بر از این که برای وقای خود به ادامه امی وضعیت ادامه ضرورت دارن، اینا مجال نمیتن بر از این کار. اینا میخواین که پلانهای سیاسی و نظامی امریکا را که او در این مقطع در بسیار تفاهم با منافع مردم افغانستان قرار داره، این چانس از پیش مردم افغانستان، از پیش جامعه جهانی، از پیش امریکایی ها، از پیش ملل متحد و از پیش امی نیروهای ناتو که در اینجا مدت طولانی را در این عملیات ها برای آوردن صلح جانهای خود اینا به خطر انداختن و زندگی خود جوانان از اینا از دست داد. شما ببینید در طول این مدت هزاران هزار امریکایی کشته شد. این را خود معلوم دار که امی رژیم فاسد و مداخلگر ISI کرده و نمان که امی صلح را اینجا با اعزام و تربیت و تمویل و تجهیز امی خرابکاران من جمله گروپ های متعدد از طالبان با اجندای مشخص، با اجندای خرابکارانه و با یک منبع توسط یک مقر در خود اسلام آباد برای یک منظور که نایجاد شده بودن که نمای مختلف سر از اونا مونده، من جمله با تأسف طالبان افغانی که هم دهی شامل است، اینا خرابکاری و دهشت و وحشت به افغانستان صادر کردن و او را کنون تشدید میکنن. و ای امدتن به خاطر عزیز که همانطور که قبلا برای شما گفتم که پلان های صلح و مساعدت به مردم افغانستان تا افغانستان از این مصیبت خلاص نشه، منطقه در اون طرف یعنی هندوستان از این خلاص نشه، ایره در این منطقه اینا که بازم تکرار میکنم که در تفاهم با منافع مردم ما قرار داره و از غرب اینا دیگه ناکام بسازن و به این خاطر حتی همی طرح حکومت وحدت ملی را که شما خبر دارین که به ایسی یک رای حل افغانی که توسط افغان ها یعنی زیاد مطرح بوده، ولی که اینجا باز هم این پلان شریفانه از طرف اداره اوباما به راست شما دیدین که جان کری آمد و ایره تسهیل کرد، تمام نظیر اینا میخواین که ناکام بسازن. و در جوار ازی مورال اردوی ما را، مورال پلیس ما را که ای هم در طول ازی مدت با کمک جامعه جهانی در یک موقعیت قرار گرفته، مثل که یک دفعه بعد از سال 1992 اردوی افغانستان و پولیسش بیخی منحدم ساختن و تخریب کردن، ای بار هم یکی از مسائلی که در آجندای از ایناست امیست تا افغانستان مردمش دیمورالایز شوه، اردویش دیمورالایز شوه، پولیسش دیمورالایز شوه، صلح به ناکامی بگرایه، امو آلت که پاکستانی ها برشان مطلوب است و امو حالتی که اداره نظامی پاکستان کمک میکنه برای بقای قدرتش در افغانستان و در اون طرف هندوستان و بالاخره در منطقه و جهان ادامه پیدا کنه. دیگه ما فکر میکردیم و امیدوار بودیم که این تغییر در وجود آقای اشرف غنی شاید بتانه کمک کنه برای یک حکومت وحدت ملی و ایجاد از او، اما متاسفانه که این کار هم تمام علائم و شواهد نشان میده که صورت گرفته نمیتونه، برازی که جناب اشرف غنی متاسفانه با امی کارهایی را که اینا بهش دست یازیدن و توسل جستن در طول امی مرد، اینا هم
ثابت می کنند که یک تداوم از اداره کرزی و بالاخره در مجموع تداوم از مداخلات رژیم ISI و آجندای امی جنرالای پاکستانی در اسلام آباد است. چنانچه همه شواهد همانطور که شما در مقدمه تذکر دادین بر امی سیر حرکت میکنه و معلوم میشه که کوچکترین اراده در ارگ در کابل و کوچکترین صلاحیت برای این که از لحاظ سیاسی و از لحاظ نظامی به قضایا رسیدگی شوه و با پاکستان و رژیم نظامیش که عامل اصلی تماما امی بدبختی ها هست، عامل مادر از پاسخ درست گفته شوه، هیچ وجود نداره. یعنی در مجموع ما با تأسف باید بر شما بگویم که هیچ نوع حتی از مظاهر از یک حکومتی که اون نمایندگی کنه از دردهای مردم افغانستان، از رنجهای بسیار طولانی مردم افغانستان، از زیدیت با قتل کشتار که بسیار تأثیر آور است و ما و این مورد تأثیرات خود بر از این فامیلایی که هر روز جانشان به خاطر از این مداخله جنایتبار انجام میتن ابراز میکنم و حتی از طرف ما و به اصطلاح حکومت ما که معلوم میشه که نمایندگی نمیکنه از منافع مردم افغانستان و در دفاع از او قرار نداره و این امو ادامه تمدید ماموریت آقای کرزی است که در خدمت ISI قرار داشت، هیچ نوک سلامانی از خود نشان نمیده. این حالت ادامه پیدا میکنه و اگر شما از ما پرسان کنین که خب بالاخره در این اوضاع و احوال مغلق رای حل چی است؟ رای حل ما فکر میکنم وجوهات سب امیز که ما باید که به هر رقمی که میشه در همکاری و در ارتباط نزدیک و در تساند با جامعه جهانی در رأس امریکا این رژیم فاسده که عامل تمام نجی بدبختی ها در افغانستان و ادامهش است این باید از پا ما دراریم. ما همیشه گفتیم که امیدوار استیم که اینا مداخله را قطع کنن، ولیکن اینا مداخله را قطع نمی کنن. مداخله تا سرحدی وجود داره که شما فکر کنیم که اجازه نمیتن که افغانستان یک حکومت مربوط به مردم خود داشته باشه. بله می خواهیم که بله دکتر صاحب با کمال مجد بیندای گرامی ما ببخشید تلفن گرفته نمیتونیم. ما اول موضوعاتی که بسیار مهم هستن با دکتر صاحب صحبت میکنیم، اگر داخل وقت ما میتونیم تلفناتونو بگیریم، مگر خواهش میکنیم شما وقتونو ضایع نکنید، نوخه تلفن نکنید. ببخشید دکتر صاحب چند لاینا باز بود و تلفن نبود. میخواستم از شما پرسان کنیم که در چیزی که بسیار مهم است، از روزی که دکتر صاحب دکتر صاحب اشرف غنی سفرشون به پاکستان بود، همه موضوعات زیادتر از اون لحظه می‌بینیم که عملات انتحاری زیاد شده. می‌خواستم پیش از اون که سریع موضوعات زیادتر صحبت کنیم، شما که یک کارشناس هستین و یک دیپلمات ارشد هستین، همیشه سفرهای زیادی در پیش دارین، شما خود امی پذیرایی دکتر صاحب اشرف غنی توسط سرتاج عزیز، شما چه قسم بررسی میکنید؟ شما زیادتر چون این پروتکل های وجود داره وقتی یک رئیس جمهور به یک مملکت دیگه سفر میکنن، چون زیادتر شما در این موضوع وارد هستین میخواییم که شما از تجارب خود به بیننده های ما اگر معلومات را بکنید. ما با تأسف به حیث یک افغان و یک کارمند به امللی که امیرشته ایم است باید بر شما بگویم که سفر اخیر آقای دکتر غنی در ارتباط با پروتکل ها و تشریفات و موازاتی که باید در امت سفرها در ارتباط با یک رئیس دولت و رئیس حکومت ایجاد شود، بیخی یک سفر فوق العاده خارج از تمام نزی موازین و نورهای پذیرفته شده بینالمللی بوده و ایت نوع این سفر نه از لحاظ شکل خود که او همو تشتیفاتش است و نه از لحاظ محتوای خود خصوصیت مسافرت یک رئیس دولت داشته. و پیش از این که ما به این توضیح کنم، یعنی این به خدمت شما که چرا این شکل و محتوا را نداشته، عامل اصلی بازم به این قضیه ایست که این سفر جانب افغانستان که او باید از اراده مردم تمثیل کنه ایره تنظیم نکرده بود. اگر جانب افغانستان او را تنظیم میکرد، او باید با موازین و مقررات و تشریفاتی که
معمول است در ارتباط با مسافرت یک رئیس دولت یا حکومت باید انجام میشد. بنابر آن اران چیزی که صورت گرفته بود یه مثل سایر بساطیر از اسلام آباد به کابل آمده بود و این سفر هم به می رقم به طور بسیار مصنوعی و خلاف تشریفات و پروتکل های معمول و یعنی شکل و محتوایش به می رقم تنظیم شده بود که معمولا در اتو موارد اگر یک مملکت او رئیس جمهوری داره که از اراده مردم خود نمایندگی میکنه، او قبلا این مسائل در ارتباط با کشور میزبان وزارت خارجش در مطابقت با پروتکل ها و تشریفات معمول مطرح میسازه، سفر از خود شکل میداشته باشه که امو تشریفاتش است و سفر از خود محتوا می داشته باشه که او یک آجنده کاری سفر می باشه. شما در اینجا نه شکل را می بینین نه محتوی را می بینین که در مطابقت با سطح همچو سفرها در ارتباط با رؤسای دول و یا حکومت باشه. بنابراین در یک حالت سردرگمی یک تصمیم گرفته می شه از طرف اسلام آباد که باید به خاطر مقاصد تبلیغاتی به اصطلاح رئیس جمهور جدید، تکرار میکنم به اصطلاح رئیس جمهور جدید بیایه به اسلام آباد تا یه توجه مردم با یک تبلیغات جلب کنن که گویا تغییرات با این تغییرات که بسیار هم شکلی بوده به روابط خواهد آمد. بنابراین شما فکر کنین که حتی ما هم وسایل لازمه که من بیشه میگم برای کارهای بزرگ من جمله در سطح وزارت خارجه خود نداریم. کسی در راست وزارت خارجه ما قرار داره و عیس یک سرپرست که سوابق از او دو سمستر همی پولیتکنیک خوانده و دو سمستر هم یک مکتب پیداگوژی را خوانده، یک که اردوی عزیز در سطح لیسانس اینا قلمداد کردن و اینی فکر کنین که وزیر خارجی یک مملکت است، مملکتی که چگونه وزرای خارجه، چگونه سررازم ها، چگونه رهبران داشته و اینجا ما و اینت یک حالت قهت رجالی که بالای ما او البته تحمیل شده قرار داریم که او میگه که پیش از سفر که جناب رئیس جمهور بنابرای دعوت نواز شریف رئیس جمهور پاکستان میره به اسلام آباد. اوتوال اینه نمیفهمه که امی نواز شریف سرازم پاکستان است یا رئیس جمهورش است. شما فکر کنید اینی سطح اهانت و توهین بر یک ملت که شما چی نوع انسانهای غیر مسلکی را در رأس امور، ای البته یک مثالش در ارتباط با وزارت خارجه است، در تمامی موارد شما فکر کنید که یک آدمی که دستش تا گردن و خیانت غرق است مثل آقای زاخیلوال، این خیانت های کابل بانک شما ببینین، این مسائل مربوط به گمرکات ببینین که صدها میلیون دلار اختلاس شده. شما میفهمین که در افغانستان میلیون ها میلیون صدها میلیون و حتی هزاران میلیون اگر بگویم آمده به خاطر مسائل که تورید شده یعنی وارد شده از خارج برای مقاصد مصرفی در داخل جامعه و برای بخصوص تمویل و تجهیز و اعاشا و اعباطه قطعات خارجی ده سالیان متمادی، این کلش از طریق گمرکات تیر شده. شما یک دفعه به این دوسیه ها مراجعه کنین و سر بزنین، موی بر بدن شما راست میشه. یعنی مت شما فکر کنین که در راست امنیت ما کی قرار دادن و امروز ما یک وزیر داخله، یک وزیر دفاع، یک وزیر خارجه که بیشتر براتون مثال دادم که ناحت اقل مسلکیت داشته باشن نداریم. بنابراین تماما چیز ما خارج از تصمیم ما و در اسلام آباد تصمیم گرفته میشه من جمله امی سفر. شما ببینین که این اهانت است برای یک ملت مطابق به تشریفات معمول که رئیس جمهورشه در میدان هوایی یک آدمی که در سطح یک مشاور است او نیازش پذیرایی میکنه،
خب ما ایر البته در مصاحبه بی بی سی هم گفتم که مردم جهان باید ایره بدانند که افغانستان مردم شایسته داره، مردم مسلکی داره، مردم بسیار با وقار با عزت هستند. ای نمایندگانی که از اسلام آباد به اینجا برای ما ارسال شده و مقرر شده، یا از عزت مردم افغانستان، از آبروی مردم افغانستان، از وقار مردم افغانستان نمایندگی کردن نه و ایره ضربه زدن نمیتونن. و غیر از این چطور امکان داره که یک رئیس جمهور که حد اقل خود امو رئیس دولت یا رئیس حکومت با پذیرایی از اومه اوجا باید قطعات مطرح باشه و معاینش مطرح باشه و ای یک حد اقل تشریفات است که اونا هم اینا ادعا میکنن که گویا دعوت کردن، در اونجا هیچ ای وجود نداره. و باز پالیش ما برای شما بگویم که اکثرا شما چین از ما سوال کردین از لحاظ مسلکی، به مجرد که رئیس جمهور یا رئیس حکومت بنابرای دعوت یک مملکت به میدان اوایی پایان میشه، علاوه بر این که مطابق به تشریفات معمول او توسط همتای خود ازش پذیرایی صورت میگیره، او راستن اولین جایی که میره حتی پیش از این که به اقامتگاه خود بره برای ملاقات با امو رئیس دولت یا حکومت که مطبوع است و او را دعوت کرده میره. این کار هم شما ببینید که ایت صورت نگرفته، در ایت مورد نه از لحاظ شکل نه از لحاظ محتوا ما ایرا نتانستیم ببینیم که امی کسی که به نام آقای غنی احمدزی ای تمثیل میکنه با تأسف ریاست دولت ما را، ای با ما و اراده آزاد با وقار و با عزت مردم افغانستان ای ارتباط داشته باشه. و در اونجا هم شما باز ببینید که در روز سوم ای قادر میشه که امرای رئیس جمهور بارزی که کاتبین و مامورین و سرکاتبین میبینه، یا خود مردم هایی هستند که هر روز در مبین کابل بساطیرشان میه، هر روز در کابل میهن ملاقات میکنن. ضرورت به چی بود که امرای زنا صحبت شوه اگر قرار میبود؟ و باز خلاف پروتکل ای میره پیش از او جنابه که کاملا از شیشتنش و برخواستش و از جسچرش از حرکاتش و سکناتش او جنرال شما بینید با چین و اهانت با این رئیس جمهور. بله، در رابطه با جنرال شما شاید جنرال رایل شریف صحبت کنید. میخواستم شما پیشتر از صحبت کردین لغت وحدت می استفادهش چندین بار، شما در باره سفر بسیار مخفیانه آقای اشرف غنی که با چند نفره که نزدیک خودشان بود بدون ای که از گروپ دکتر عبدالله کسی بایشان باشه، چرا اینا رفتن به یک سفر بسیار مخفی، یک دیدن مخفی امرای جنرال رایل شریف؟ وجود سفر یک سفر که از خود شکل استاندارد و محتوای استاندارد نداشته باشه و او بنابرای اراده جنرالای پاکستانی تنظیم شده باشه، معلوم دار که هیچ چیز در او رعایت نمیشه. ای نمایندگی نمیکرده از حکومت وحدت ملی. ای عمدتا از لحاظ نورهای دیپلماتیک زیادتر به یک احضار با میمان تا ای که یک دعوت باشه. تنها نامش دعوت بود، ولیکن ای به انگلیسی ای را سمن میگن و در فارسی احضار میگن، مثل که شما یک آدم احضار میکنین برای یک عمل پیش خود تا ای که او را شما دعوت کرده باشین و عزتش بپردازین. ای به می خاطر تماما کارهای زی خلاف پروتکل و نرمهای پذیرات شده دیپلماتیک و مو روابط بین دول و روابط بین المللی بوده و من جمله ای هم از امون جمله که حتی پرس و همکاران خود به ای ملاقات نبوده و معلوم میشه که پاکستانی ها این مسیج خواستن که برای مردم خود بتن که این ببینیم که یکی رفت دیگر آوردیم، این ایرامیز احضار کردیم و این پیش سردار آلای ما کمی جنرال باشه، این را بین در شیشتر اینا
امیر افاده میکنن برای مردم خود، برای جهان و بالاخره برای جامعه جهانی، برای امریکا و برای سازمان ملل متحد، که چیز در کابل تداوم امو مأموریتی که ما برای آقای کرزایی داده بودیم و او تعقیب میشه از طرف آقای غنی متاسفانه تغییر نکرده، تغییر به وجود نامده. چرا دکتر صاحب اشرف غنی وزارت امور خارجه ما مقابل صحبتایی که مولانا فضل الرحمن کرد و یکی که خود سرتاج عزیز در رابطه با اینکه طالبان یعنی جنگ طالبان در افغانستان جایز است، اینا چرا هیچ عکس العمل نشان ندارن؟ یا حداقل با مقابل گفتار سرتاج عزیز، کسی که دکتر صاحب اشرف غنی را پذیرفت در پاکستان، چرا دولت افغانستان تا حال هیچ عکس العمل از خود نشان نداده؟ نه تنها این مطالب که بسیار مهم است که شما تذکر میتین، در هیچ مورد سیاسی اقتصادی اجتماعی و نظامی که پاکستان با تمام وقاحت و بی‌شرمی در امور داخلی ما مداخله کرده و دکتات کرده که امروز تا سرحد یک مدیر عمومی هم باید از ISI منظور شد و در کابل مقرر شد، در هیچ ارتباط نه اقنون علتش اساسیش نمیست که این کسی کرده میتونه که او یک رئیس جمهوره که واقعا از اراده آزاد مردم افغانستان و بر اساس اراده آزاد مردم افغانستان ای کرسی را گرفته باشه و او رئیس جمهور باشه که از طرف ISI مقرر نشده. ماموریت داده شده باشه و رای داده شده باشه یا نمایندگی نمی کنه از مردم، این میمونه که ما از خود آقای رئیس جمهور و صدر اعظم و رئیس ستاد ارتش و آقایی که آمد ای اظهارات بسیار کسمانه را کرد که شما از او به این میمونه که ما از امیا انتظار داشته باشیم که اظهارات به مقابل خود کنن. یه اظهارات مقابل کسی میکنه که به مردم افغانستان ارتباط داشته باشه و به اساس اراده مردم افغانستان آمده باشه در رأس قدرت قرار گرفته باشه. اینا واضح براتون بگویم و بسیار متاسف هستم و بسیار هم این کلمه بسیار وقیحانه و شرم‌آور است که من این رو بایست یک افغان استفاده میکنم. اینا نوکران زرخری و فروخته شده ISI هستن. اگر شما انتظار رو داشته باشین که اینا بر علی ISI گپ بزنن و یا بر علی امی امال ISI که ای جنگ در افغانستان مقابل هندوستان از دیگه طرف سازمان دادن گپ بزنن، یک توقع فکر میکنم که غیر واقعی تجشت باشین. از روزی که دکتر صاحب اشرف غنی دوباره به افغانستان عادت کرده از سفر خود به پاکستان، میبینین یک شاید یک بی‌اعتمادی به وجود آمده باشه و خاطر دکتر صاحب عبدالله عبدالله یا سکوت اختیار یا مجبورن سکوت گفت خواستن که سکوت اختیار کنند. مگر بعد از سفر دکتر صاحب اشرف غنی ما دیدیم که دکتر صاحب از شخص مثل دکتر صاحب مثل آقای زاخیلوال صحبت کرد بدون از اینکه و مسئله امنیت را صحبت کردن. و همچنان می‌بینیم که فرضاً امروز آقای دوستم چندین بار به خاطر
صحبت کردن. فکر نمی‌کنید یک بی‌اعتمادی بعد از این سفر به وجود آمده در افغانستان بین معلوم دار؟ البته این سفر و عدم اشتراک دادن جانبی که او در حکومت وحدت ملی شریک بوده، این تنها از امروز به وجود نامده، بلکه از زمان روزی که اینا تعهد کردن به این که باید یک جای کار کنن و حکومت وحدت ملی به وجود ده، با تأسف در این مورد برای شما بگویم که این اعتمادی علتش فراتر از آن چه است که شما در این اواخر میبینین. علت اصلی از این اعتمادی است که اینا هر دو طرف متاسفانه به خصوص طرف آقای دکتر غنی فکر میکنن که حکومت وحدت ملی همیست که اینا با هم چوکی ها و مقامات و قدرت تقسیم کنن. اینا از روز اول یا آگاهانه یا غیر آگاهانه ایت مفهوم این حکومت وحدت ملی را اینا نفهمیدن. حکومت وحدت ملی که ما ترای از او بودیم در ارتباط با حل فصل می بحران باعث مرحله دومه از این پروسه پیشنهادی باید که نمایندگی کنه از تمام طیف های جامعه افغانی و در ضمن حکومت همی نمایندگی را که به وجود میاره از طیف های مختلف افغانی جامعه افغانی ای باید دارای خصوصیت شایسته سالاری باشه، یعنی که مردم های فوق العاده با تجربه و مسلکی از جوانب مختلف از طیف های مختلف جامعه افغانی باید در حکومت شرکت داده میشدن. ای کار هیچ نکردن و هیچ اصلا به فکرشون نیستن. اگر آقای عبدالله هم مخالفت داشته با آقای دکتر غنی، علتش ایست که همونطور که او تماما چیز برای خود میخواه و برای ISI میخواه، ای هم میخواه که به این تقسیمات 50% برای خود بگیره. اینا زمان میتونستن که در ارتباط با مردم افغانستان، در ارتباط با حکومت وحدت ملی، که البته یک کلمه نیست، حکومت وحدت ملی سه کلمه نیست، درست؟ تنها ما سرزی تجارت کنیم و تبلیغات کنیم، ولیکن ای از خود یک محتوا و مفهوم بسیار واقعی باید در عمل داشته باشه که هیچ سوالی مطرح نشده و هر دو طرف سرزمین کوشش کردن چگونه چوکی ها و مقامات برای یکی دیگه خود اینا تقسیم کنن و میخواد که اینا هم بالا یکی دیگه به اعتماد هستن تا سرحدی که هر کدام از تماسای خود. ولی شما فکر کنید این جمله اینا بسیار جد اشتباه میکنن، هر دو طرف اینه بفهمن که جامعه جهانی در ارتباط با ایجاد حکومت وحدت ملی به حیث مرحله دوم از او طرح سه مرحله ای که باز ما میریم به طرف ایجاد یک حکومت پارلمانی، تغییر قانون اساسی، تغییر نظام از ریاستی به صدارتی، اینا با این یک اندازه بسیار با بی‌اعتنایی و با بی‌توجهی و بسیار خطرناک بازی میکنن. ما به خدمت شما بگویم به حیث یک کارشناس جامعه بین المللی که حکومت وحدت ملی و حمایت از او از طرف جامعه جهانی در رأس که شما دیدین ای از طرف امریکا و به نمایندگی از امریکا از طرف دیپلمات ارشد از او مملکت آقای جان کری تسهیل شد، ای واقعا یک ضرورتی بوده که یگانه رئیس که میتونسته که صلح را ثبات در افغانستان به وجود بیاره از یک طرف و دهشت افغانی را، ترور را، اختناق را با ایجاد یک نمایندگی که او بر اساس یک دیالوگ بین افغانی و بر اساس اشتراک دادن نمایندگان طایف های مختلف جامعه افغانی در این حکومت باید بنیانگذاری میشد، قطعا صورت نگرفته. اینا به این توجه نکردن و جامعه جهانی در رأس امریکا، سازمان ملل متحد، ناتو، کشورهای غربی سخت متوجه از این مسئله هستن. برای اینکه این یگانه رای بوده که از یک طرف صلح و ثبات میتونست در منطقه بیاره و از این بحران بیشتر جلوگیری کنه و از طرف دیگه با خدمت شما بگویم که یگانه رای بوده که یک اگزت استراتیجی یا استراتیجی خروج برای امریکا، ناتو و سایر قوت ها در افغانستان ایجاد میکرد. شما دیدین که چونی کار صورت نگرفت،
امریکا با فرمان اگزیکیتیو یا اجرایی رئیس جمهور وظایف و خصوصیت وظایف امی ماموریت از این قطعات برای یک سال دیگه بعد از 2014 که مطرح نبود در گذشته تمدید کرد. بله. شما فکر نمی‌کنید در این کارها ناکام ماندن و بر علی پلان‌های جامعه جهانی عمل می‌کنن و تنها و تنها پلانی را که آقای دکتر غنی پیش می‌بره ادامه ماموریت آقای کرزی در خدمت آیس آیس و طرف دیگه هم نمی‌کنه که پیشنهاد بکنه که ما اینی کارشناسا، اینی مردم مسلکی، اینی نمایندگان تایپ‌های مختلف جامعه افغانی را بدون از اینکه توجه کنیم به این گروپ های جنگ زده و جنگ سالاره که اونا هم هویت بسیار منفی جامعه افغانی دارن، اونا هم کوشش کردن که از وضعیت تر نمایندگی کنن تا ای که ماهیت اصلی ترکیب حکومت وحدت ملی را در مقابل آقای اشرف غنی مطرح بسازن سر میز که تا بتانیم یک تغییر قابل ملاحظه را ببینیم که یکی از این کارها متاسفانه صورت نگرفته. نظر شما با نشست لندن، کنفرانس لندن که به زودی هست و در این کنفرانس بسیار کنفرانس مهم به افغانستان است به خاطر مساعدت هایی که به افغانستان میشه، تا بال مار وزیر تجارت ما معلوم نیست، به اصطلاح رئیس استخبارات ما معلوم نیست، وزیر داخلی ما معلوم نیست، وزیر مالی ما معلوم نیست، اینا چطور میتونن و کدام اجندا برن به این کنفرانس و بتونن جلب توجه ممالک دیگر طرف افغانستان کنن؟ هیچ نوع اجندایی وجود نداره. ما باز با تأسف و مو علت مادر مراجعه میکنم، به اینجا حکومتی وجود نداره که از اراده و منافع مردم افغانستان و او را چی مونده که از منافع جامعه جهانی حمایت بکنه. بنابراین برای از اینا هیچ مسائل مهم نیست که افغانستان به اینجا چه کمی تانست، مثل که در گذشته اینا هیچ نوع مخاطره نداشتن در ارتباط با این که بیلیون ها دلار ضایع شد و خیانت شد و تاراج شد و ترت و فرد شد. سر از این اینا کدام هیچ کدام نگرانی اینا ندارن. در غیر از او فرمودی شما فکر کنید که یک کسی که به مملکت خود و به منافع ملی خود عقیده داشته باشه در یک کنفرانس مهم که یکی از شرایط از او موجودیت حد اقل یک حکومت در شکل است و وجود نداره، اما برای اینا یک مهم نیست و اینا انسانهایی نیستن که در این مورد تصمیم بگیرن. حرکات و سکنات اخیر در ارتباط با آقای دکتر غنی نشان داد که چیز تغییر نکرده و تماما مسائل حسب السابق کماف السابق از طرف آیس آی و جنرالای نظامی پاکستان در ارتباط با اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی با تأسف از طرف اسلام آباد و جنرالای نظامی و آیس آی دکته میشه و امی کار با تأسف من تلاقه ندارم و خوش نیستم که امی مطالبه بگویم، اما چون حقیقت امیست امیر به خدمت شما بگم دیگه این سوالات شما در صورت میتونه مهم باشه و مطرح باشه که یک حکومت که او در حد اقل از منافع مردم افغانستان، از حال آیندهش و منافعش نمایندگی کند در کابل وجود داشته باشه یا داشته باشه که نداره. دکتر صاحب، ما چون وقت ما 5 دقیقه دیگه مانده، ما شما یک سوال دیگر می کنیم. ما شما می فهمیم که امروز پاکستان پرابلمی که در افغانستان خلق کرده، نظر شما به این مرکز آموزشی اسلامی که می خواهند در کابل در تپه مرنجان از طرف حکومت عربستان سعودی به یک بودجه 100 میلیون دلاری می خواهند درست کنند، نظر شما چیز فکر نمی کنید که با وجود عربستان سعودی تا به حال هیچ وقت کنم کمک به افغانستان نکرده و این پیشنهاد به خدمت شما بگویم که مدی. اگر این قرار می بود همونطور که عنوان شده به خاطر پیش برد و به خاطر اهداف دین مقدس اسلام این بنیاد کمک می شد و در پشت سر از این مقاصد سیاسی نبود، سبه ها ما هم و کلگی از این، اما ایت نیست، ای میتونه که به عیس یک مرکز دیگر از تحریک، تمویل، تجهیز، مخشویی و ادامه مداخله و او ارتباطات تنگاتنگی که متاسفانه بین
رژیم عربستان سعودی و رژیم اسلام آباد، رژیم نظامی اسلام آباد وجود داره، در امی مسیر یک حرکت است و نظر ما کاملا با تأسف در ارتباط با ای اینمیست که ای یک نوع دیگر از تداوم مداخلات و مخشویی و تمویل و تجهیز و ایناست. شما فکر کنین که ایره خود چی میکنین که من حتی چند وقت پیش بسیار معیش شدم که کمک که برای زنان میشه در افغانستان 216 میلیون دلار از طرف USAID یا پروژه انکشافی امریکا برای افغانستان، به اونجا شما فکر کنین که امی ISI برای رئیس به اصطلاح موجود رئیس جمهور پیشنهاد میکنه که شما یک یونیورسیتی زنانه را از این برای زنان شما ایجاد کنین. شما تصور کنین که دفاع از حقوق زن هم اینی باشه که آدم باز دیگه امام خوب بود یونیورسیتی را زنانه و مردانه بسازه. درست میگید. و دکتر صاحب، این موجودیت این مرکز اسلامی که میخواین درست کنن، فکر نمی کنن که یک بار دیگه افغانستان با همسایه دیگهشان که ایران است میدان رقابت بسازن؟ نه، این چیزها هیچ. ما روز گذشته برای بی بی سی گفتم که بگذارین که این تعمیر مجلل اینا در اینجا جور کنن و باز ما او را زمانش که رسید با تمام مصارف گزافی که کردن به یک یونیورسیتی واقعی در خدمت اسلام مبدل میکنیم و در خدمت انسانیت مبدل میکنیم. اون اینکه اینا ای کارا را میکنن، ای اجنده های غلط و نادرست و ضد انسانی بر علیه منافع ملی مردم افغانستان کدام نتیجه طویل المدت نداره. و معلوم دار که تضاد را که شما گفتین که بین ایران و عربستان سعودی همیشه وجود داشته، ولیکن یک چیز فراموش نکنیم که تمام از اینا باز در مقابله با غرب، امریکا و ناتو، ملل متحد و جامعه جهانی یک آجنده مشترک دارن که او را اینا فکر میکنن که به میگونه ها به پیش برده میتونن و این مسائل برای از این آجنده از اینا کمک میکنه که باز هم اینا دچار اشتباستن و هیچ کار را مردم افغانستان بسیار زیاد فراست پیدا کردن، عقل پیدا کردن، دوست خدا، دشمن خدا، آجنده های از اونا را هر روز میبینن، متوجه استن. فقط ما زمینی ازی پیدا شد که اینا در یک موقعیت قرار بگیرن که از خود و از حقوق خود دفاع کنن و یکانه رای ازی اموز که مداخلات بیشرمانه ISI و نظامیان پاکستان در امور داخلی مملکت عزیز ما قطع شود. و ما همیشه گفتیم با تأسف که این قطع نخواد شد، ولیکن جامعه جهانی فعلا بر یک را حرکت میکنه و حرکت بسیار یک حرکت مهم است که این دانه سرطان باید عملیات شود و یکانه رای عملیات کردن ازی ولو اگر دیروز دست راست جامعه غرب هم بوده، فعلا باید بخاطر خطری که این برای منطقه، برای جهان و برای بشریت ایجاد میکنه و میره به طرف تروریسم ذروی به خاطر دفاع از منافع خود تا او سرحده، باید تجزیه شود، باید به خصوص اساسی خود بره. و این رو من فکر میکنم که یگانه رای حل دوامدار برای نجات مردم افغانستان، برای نجات منطقه و برای نجات جهان از فاجعه که این رژیم فرتوت نظامی و همکارانشان من جمله همی رژیم های افراطی که یکی از او شما نام بردین عربستان سعودی است، یگانه رایش همیست. تشکر دکتر صاحب. وقت ما داخل رسیده، پیش از اینکه ما شما تشکر کنیم یک بار دیگه، میخواستم یادآور شم به بیننده گرامی که عربستان سعودی پیشنهاد یک بار در وقت حکومت شهید داوود خان کرده بود که شهید داوود خان رد کرده بود پیشنهادشان. دکتر صاحب، از اینکه وقت گرانبهایتان با ما دادین و امروز مهمان برنامه لحظه های زرین بودین، جهان سپاس از شما. امید است که باز هم در آینده شما همکاریتان امرای ما دوام بتین. بعض اوقات که مسائل بسیار مهم سیاسی در افغانستان رخ میده، ما شما را دعوت خواهد کردیم و شما تشکر جهان سپاس. خواهش میکنم اوجوات سب، ما
ما همیشه در خدمت شما وطندارای ما قرار خواد داشتیم و می داشته باشیم، اما ما می خواستم با استفاده از فرصت یک مطلب به خدمت بینندای ما و وطندارای ما بگویم که ما واقعا با کاری که شما میکنین، زحمتی که شما میکشین، با خلوص نیتی که شما در ارتباط با افغانستان و مردم زحمت کش ما دارین، ما واقعا بر شما همی کوششتان، مساییتان، مسلکتتان و گردانندگیتان که این تلویزیون یک کار ساده نیست، مدیریتش برای شما با این موفقیت هایی که به دست آوردین از صمیم قلب تبریک میگم و خدماتتان، و خصوص که ما یکی از شنونده دائمی برنامه های تلویزیون شما و خصوص برنامه وزین شما هستم وجوهات سب، این بسیار قابل قدر و افتخار است، به خصوص و به خصوص که شما در تمامی پروگرام هایتان طوری که ما ای را دیدیم و سایر بینندگان ما هیچ وقت از یک جهت و جنبه به طور غیر متوازن و یا جانبدار مسائل مطرح نکردین. شما شایستگی و توانایی شنوایی، گوش شنوا دارین، ما میبینیم که شما چقدر به مو ابراز نظرهای وطنداران ما که به عرضوی قابل احترام است، که منفی است، مثبت است، خوب است، خراب است، کلش شما گوش میکنین و شما هم تبصره هایتان، تحلیل هایتان تمامنش در مطابقت با امو موازین مسلکی و شایسته برای یک جورنالست موفق و کارا انجام میتین که این فوق العاده قابل قدردانی و قابل افتخار است. وجوهات سیب تشکر، شما قابل افتخار ما هستین دکتر سیب، از شما جهان سپاس که دعوت امروز ما را پذیرفتین. انشاءالله در آینده باز هم شما را با خود خواهد در برنامه های آینده خواهد داشته شد. تشکر دکتر سیب. تشکر وجوهات سیب محترم، ما میشد خدمت شما می باشم. خدا حافظ و شب شما بخیر. تشکر، زنده باش، شب شما بخیر. بینندگان گرامی، این بود مصاحبه خاصی که ما با محترم دکتر سیب وحید وحیدالله، کارشناس و دیپلمات ارشد ملل متحد و طراح صلح داشتیم. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. روز و روزگار شما خوش.